درود بر شما. دهم آذر ماه 1402 خورشیدی و یکم دسامبر 2023 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به شبکه‌ای بگم از کسانی که در جمهوری اسلامی به اتهام پولشویی و قاچاق ارز محاکمه شدند، مثلا، و الان در اوکراین و کشورهای دیگه دارن با دخالت در بانک ها تحریما رو دور میزنن. رأس این شبکه سازمان اطلاعات سپاه و بیت خامنه ایست و آدمای ویترینش معاون ارزی بانک مرکزی ابراهیم رئیسی و کارشناس پولی سازمان اطلاعات سپاه و چند تا دیگه هم که در طول برنامه خواهیم گفت. پرده آخرم خواهیم داشت به روال معمول آخر برنامه، اما باید خدمتتون عرض کنم که دیروز پنجشنبه توماج صالحی، شاید اطلاع داشته باشید که بازداشت شد بعد از کمتر از دو هفته که از زندان با وثیقه سنگین آزاد شده بود. توماج صالحی 27 آبان آزاد شد و دیروز 9 آذر بازداشت شد. خبرگزاری میزان نوشت، خبرگزاری میزان مال یارو قوه قضاییه شون نوشت، توماج صالحی که چندی پیش با رأی دیوان عالی کشور مبنی بر بررسی مجدد پرونده‌اش در دادگستری آزاد شده بود، پس از برخی اظهار نظرهای کذب، یعنی دروغ گفته و بدون سند، که در فضای مجازی منتشر کرد، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد. چیزایی رو که میگه دروغ گفته توماج و بدون سند حرف زده، خب شکنجه رو که شکنجه میشی چه سندی میتونی ارائه بکنی؟ وقتی بیای درباره شکنجه صحبت بکنی چه سندی داری آخه بدی که منو شکنجه کردن؟ به جز بهداری زندانتون رو نمیدونم، همون قولتشنهایی که میزنن و به جز دم و دستگاه های خودتون، شما که میزنین داغون میکنین از لحاظ جسمی و روحی بچه های گل مردم رو، بعد تلاش میکنین که اینا رو صافکاری کنین و بعد بیارینشون جلو دوربین اعترافات اجباری ازشون بگیرین، بعد اگر برسه به جایی که بخواین آزادشون بکنین باز با صافکاری آزادشون میکنین، چه سندی ارائه بدن برای شکنجه شدن؟ اما میتونن بیان بگن که چه بلایی سر زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی ترسیده از این قهرمانان مردم ایران میاره. ببینید روایت توماج، اون چیزی که جمهوری اسلامی میگوید که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، میگه اظهار نظرهای کذب و بدون سند. توماج آره اینطوری که اینجا اشاره میکنه، بعد از آزادی از زندان دو هفته پیش، کمتر از دو هفته پیش، شنبه دو هفته پیش، یک ویدیوی 14 دقیقه حدوداً ازش در فضای مجازی پخش شد که صحبتای زیادی کرد، تشکر کرد از مردمی که حامیش بودن موقعی که زندان بود و درباره شکنجه شدنش هم صحبت کرد، بدون اینکه به فرد نمیدونم مثلا، ببینید خودتون دیگه، ببینیم، من حرف زیادی نزدم، ببینیم. من خیلی شکنجه شدم اون موقع بازداشت. دست و پای منو شکوندن، یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه می‌زدن. سعی می‌کردم اول با دستام جلو ضرباتو بگیرم که انگشتام می‌شکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمش هم خیلی طولانی بود. یکی از بچه‌های سیاسی به من گفت که احتمالاً اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو، اون زمانی که شکنجت میکنن، همش به هوش باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی. و این در مورد اعتراف که من پیجم ندادم دیگه، همین
روز آخر هم ساعت خانواده من ساعت 9 و 10 صبح منتظر آزادی من بودن. اولی که از پنج شنبه آزادم نکردن تا شنبه، این طبق قوانین خود جمهوری اسلامیه که بیشتر از یک سال نمیتونستن منو بازداشت موقت نگه دارن، و همون 6 سالی هم که من دادن باز طبق قوانین جمهوری اسلامی نیست، غیر قانونیه. و البته وقتی ما در مورد قانون خودشون باهاشون صحبت میکردیم میخندیدن که چی میگی و قانون چی میگی و ما میتونیم فلان کار میکنیم. به هر صورت آره، و اون روز آخرم که روز شنبه که من آزاد شدم، از صبح تا فکر کنم 4-5 ساعت فکر میکنم برده بودم پیش آقای براتی، اومده بود قاضی پروندم و اون آقای اون اطلاعاتی که فکر کنم نمیدونم حالا چیکار است، ولی خب کارشناس پرونده من، یعنی بالاترین فکر کنم باشه توی پرونده من، در واقع همونی که دستور شکنجه من داده بود، اومده بودن و صحبت میکردیم که پیج تو بهمون بده و حالا من نمیخوام یه حالتی باشه که داستان تعریف کنم، ولی خب یه چند ساعتی اونجا صحبت داشتیم که منم میگفتم همینجا میمونم توی زندان ولی پیجم رو به شما نمیدم. هرچی حکومت پنهان میکنه، توماج صالحی ثابت کرده که هیچ چیز پنهانی از مردم نداره و صداقت از شمار خصلت هایی است که مخصوصا با همین ویدیویی که ازش در فضای مجازی منتشر شد در چند روز گذشته بر ویژگی های دیگر بزرگ و انسانی توماج صالحی افزوده شد. توماج صدای زندانیان سیاسی است که شکنجه میشن، اما از روایت شکنجه شدن خودداری میکنن، شکنجه میشن و مقاومت میکنن زیر شکنجه، اما نمیان بگن. توماج صدای همه این زندانیان سیاسی است. خب خیلی عجیب به نظر میاد ظاهرا اینکه جمهوری اسلامی از یه طرف به روسیه در جنگ با اوکراین کمک تسلیحاتی میکنه، از طرف دیگه از سیستم بانکی اوکراین استفاده میکنه برای دور زدن تحریما به قول خودش. جالبه نه؟ پهپاد میده به و تکنولوژی موشکی و هر چیز دیگه میده به روسیه برای اینکه اوکراین رو بزنه، بعد تو اوکراین میره دست میکنه تو سیستم بانکی اوکراین برای اینکه به قول رؤسا در مرکز دور بزنه تحریم‌ها رو. مثلا حالا میبینید که اصلا اسم دور زدن تحریم‌ها هم یکی از مسخره ترین چیزایی است که دیگه البته نخنما شده است که مدام اینا تکرار میکنن به اسم دور زدن تحریم ها. اینا در واقع پول هایی است که در خارج از کشور به ایران بر نمیگرده و دیدید دیگه وقتی که میبینیم که ماهانه 250 میلیون دلار میره برای حماس، یعنی چی؟ پول هایی که تو خارج میگه دیگه بر نمیگرده، که حالا روایتی شو از این ماجرای پول ها به نوعی در برنامه شب میبینیم، بارها بارها گفته ایم این دور زدن تحریم ها خلاصه بهانه ایست برای اینکه پولا رو هر جا که میخوان بفرسن و فقط فریب کاری مردمی است که امیدوارم هیچ وقت حرف اینا رو باور نکنن. پرونده اختلاس از چند بانک از جمله بانک ملت و پاسارگاد و قاچاق ارز و محاکمه معمول جمهوری اسلامی از متهمان مربوطه در سال 88 شاید یادتون باشه ها، معروف شده پرونده بانک ملت. علی دیواندری مدیر عامل سابق این بانک اول به عنوان رئیس دوزا محکوم کردن، بعد در دادگاه هم ارز تبرئه‌اش کردن و ازش جورایی هم اعاده حیثیت کردن. در حکم تبرئه گفتن مداخله های صورت گرفت تا همه چیز به ناحق بیفته گردن علی دیواندری، در حالی که ایشان در دور زدن تحریم ها موفق عمل کرده بوده است. مداخله ها هم یعنی همون دعوایی که خودشون دارن، یه طرف نمیدونم وزارت اطلاعات، یه طرف اطلاعات سپاه، یه طرف حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی، ضابطان، بازجوها، اینا همه دیگه. خب ببینید افراد دیگری در اون پرونده بودند و هستند که همون موقع گفتن از ایران فرار کردن. دوم مهر 1398 تهران ایرنا،
خبرگزاری اینا. رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی دیوانداری و 8 متهم دیگر گفت سه متهم این پرونده، یعنی رحمت الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی، همچنان متواری هستند و حسب اطلاع به خارج از کشور فرار کردند. یه نفر دیگر رو داریم به اسم هدایت الله باختری. هدایت الله باختری در ایران از مدیران شرکت کشتیرانی و بازرگانی رویال باختری کیش. آگهی روزنامه رسمی کشور میگوید زهرا عباسی به نمایندگی از شرکت صنعتی دراگون آفشور اروند، مریم باختری به نمایندگی از شرکت حفاری نفت و گاز اطلس اروند، هدایت الله باختری به نمایندگی از شرکت آفشور مارین قشم، اینا مدیر عامل و اعضای هیئت اصلی هیئت مدیره شرکت کشتیرانی و بازرگانی رویال باختر کیشن. یعنی یه جورای خانوادگی و ارتباطا و این فامیلای باختری. ما رد هدایت الله باختری رو در اوکراین و امارات و کشورهای دیگه هم داریم. در اوکراین ایشون مالک 100% سهام بانک آلپاری هستند. من اینجا یه پرانتز باز بکنم تا ادامه بدیم این موضوع رو. ببینید هدایت الله باختری در اوکراین در اوراق بانکی و ثبتی بعضی جا به اسم هدایت الله باختری، هدایت الله باختری موسا یا باختری هدایت الله موسا اسمش نمشته شد. موسا ظاهرن اسم یکی از بستگانش توش همین شرکت های خانوادگی، واقعا آدم نمیدونه اسم شناسنامه یا گذرنامه اینا دقیقا چیه، از چند تا گذرنامه استفاده میکنه اینا من واقعا نمیدونم، اما این موسا اضافه کردن به اسم هدایت الله باختری در بعضی از اوراق ثبتی در اوکراین رو من برای مثال بزنیم بگم که چند تا داریم و موسا هم یه جای دیگه داریم از همین باختری ها. آگهی تغییرات شرکت آب زلال طبیعت گوارا شرکت تعاونی به شماره ثبت 555 شناسه ملی فلان، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ فلان 1396 که طی نامه شماره فلان به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودان رسیده است، تصمیمات ذیل اتخاذ شد. اعضای هیئت مدیره آقای حیدر باختری به شماره ملی فلان، خانم معصومه ارجمند به شماره ملی فلان، آقای هدایت الله باختری به شماره ملی فلان، آقای محمد باختری به شماره ملی فلان، آقای موسا باختری به شماره ملی فلان و خانم زینب باختری به شماره ملی فلان انتخاب شدن اداره ثبت شرکت ها فلان به همان اینا. به هر حال اینا عرض کردم که بگم اسناد و اوراق شناسایی و هویتی این افراد تا زمانی که ثابت نشده است که ناموجه هست، ما نمیگیم ناموجهه، ولی فقط گزارش دارم خدمتتون عرض میکنم که اگر موسا به اسمش اضافه کرده است آقای باختری هدایت الله، این موسا هم در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودان هم ثبت تایید شده است و در روزنامه رسمی هم ثبت شده است. باری عرضم این بود که ایشون در اوکراین آلپاری بانک رو 100% سهامش رو، یعنی همش مال خودشه، که سال 2012-11 میشه چی؟ الان 2023 میشه 13 سال 11 سال پیش، من خیلی ریاضیم بده ببخشید واقعا، 11 سال پیش در اوکراین تأسیس میشه با 100% سرمایه هدایت الله باختری که ایشون گذرنامه اوکراینی داره، یعنی شهروند اوکراین، ولی ایرانی الاصل در، یعنی این که در هر جا ازش یاد شده به عنوان یک ایرانی تبار که گذرنامه اوکراینی دارد ازش صحبت میشه. سرمایه آلپاری بانک بنابر اطلاعات رسمی وبسایت بانک مرکزی اوکراین تا یک سال پیش برابر با 5 میلیون دلار بود. البته بانک به عنوان بانک زیانده معرفی شده و من نمیدونم که میخواد اعلام ورشکستگی بکنه مثل بقیه بانک‌های زیانده احیانا در صورت لزوم،
فقط در یک سال 2022 میلادی، سال گذشته میلادی، نشون میده که 10% سرمایش کم شده. در رده‌بندی بانک‌ها آلپاری بانک، بانک‌های اوکراین، از نظر میزان سرمایه 67 بانک اوکراینه. 0.1% از سهم بازار داخلی این کشور رو داره و جزو کوچکترین بانک‌ها، بعد جا نوشتن کوچکترین بانک اوکراین رده‌بندی شده. چرا آقای هدایت الله باختری که به گفته فاش شده منابع اطلاعاتی شریک یک ابر سرمایه‌دار روس به اسم الکسی کروتایف هستند، کوچکترین بانک اوکراین رو دارن؟ چون میدونید دیگه این اولیگارش های روس اینا مالتی میلیاردرن، اینا شریک هم با هم دیگه. چرا کوچکترین بانک اوکراین رو دست کم یکی از شرکای کورتایف آقای هدایت الله بختیاری است؟ چرا کوچکترین بانک رو داره؟ فقط میخواد بانک داشته باشه، یعنی میخوان فقط بانک داشته باشن، به اسم بانک فقط باشه اونجا و بعد هر کاری میخوایم بکنیم. افریکن اینتلیجنس در 12 اردیبهشت 1402 نوشت الکسی کروتایف سرمایه‌دار روسی سوئیسی 13 فروردین 1402 در مسکو دستگیر شد. این تاجر 37 ساله به اتهام اختلاس 10 میلیون دلاری از شرکت مدیریت سرمایه گذاری هلین که مرکزش در اماراته تحت تعقیب اینترپول بود، پلیس بین الملل. به آقای کورتایف 3 سال زندان میدن، بعد از 6 ماه آزاد میشه. به گزارش یوکرین فورم در 8 اردیبهشت 1402 یکی از شرکای آقای کروتایف آقای هدایت الله باختری است. افریکن اینتلیجنس در 18 اردیبهشت 2023 نوشت که یک ایرانی به اسم هدایت الله باختری گردش مالی و محموله های نفتی بین کشورهای مختلف را هماهنگ می کند. افریکن اینتلیجنس در 14 مرداد 1402 نوشت تعقیب وجوه اختلاس شده این شرکت همچنان ادامه دارد، از دبی تا جیبوتی، از طریق کیف و دارالسلام 10 میلیون دلار از طریق نهادهای مشکوک عبور کرده است. بازرسان آمریکایی، سوئیسی و فرانسوی به تحقیقات در مورد یک شبکه مالی پیچیده تحت کنترل روس‌ها ادامه می‌دهند. خب این یک مقدمه درباره این شخص، اینا همینجوری نگه دارین. یه آدم دیگه است در همون پرونده اختلاس بانکی در ایران که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، به اسم حامد علی خانی. اون قسمت پاراگراف پایین درباره حامد علی خانی این سندی که دارین میبینید، ایشون در اوکراین یک بنگاه مالی یا در اسم کلی یک بانک درست میکنن به اسم سنتر، با سنترال بانک که بانک مرکزی میشه فرق داره، سنتر. در 5 اسفند 1394 بانک مرکزی اوکراین رسما اطلاعیه داد که برای چند بانک مجوز خرید و فروش سهام صادر کرده، از جمله بانک سنتر. نوشته است بانک مرکزی اوکراین به آقای حامد علی خانی، تبعه فرانسوی، میگه این تبعه فرانسوی، برای کسب سهام در گروه مالی سنتر مجوز داده است. آقای حامد علی خانی تا کنون مالک غیر مستقیم سهام 60% این بانک بوده است، اما هرگز در بانک مرکزی اوکراین مورد تایید قرار نگرفته بود. 6 ماه قبل در شهریور 1394 آقای حامد علی خانی سهام خود در این بانک را بدون تایید قبلی بانک مرکزی اوکراین تا 100% افزایش داد. این نقض قوانین حاکم بر کسب سهام باعث شد که بانک مرکزی اوکراین معادل 30,000 دلار این مؤسسه مالی را جریمه کند. خب جریمه شد داده دیگه، بعد چی میشه؟ حالا بهش بانک مرکزی اوکراین مجوز میده. اوکراین قبل از سال 2019 است دیگه، ایشون آقای حامد علی خانی هستن. اوکراین قبل از سال 2019، قبل از زلنسکی، اوکراین تا گردن در فساد مالی و سیاسی فرو رفته است.
یارو رو از بانک مرکزی اصلا مجوز برای صادر نکردن، سهامو میفروشه یا میخره، بعد باز بدون مجوز بانک مرکزی کل سهام یه مؤسسه مالی رو به اسم خودش میزنه و 30,000 دلار جریمهش میکنن، چند ماه بعد کلن بهش مجوز میدن که هر کاری میخوای بکنی بکن. گفتم بهتون دیگه، در 5 اسفند 94 قانون مرکزی اوکراین بعد از اینکه میگه اینجوری شد و جریمش کردیم اینو بهش مجوز داد. باری بعد همین آدم میاد 20,000 سهم بانک MTB اوکراین رو میخره که یکی از بانک های نسبتاً معتبره در اوکراین، که میشه حدود 20% سهام این بانک. بانک MTB دوبار بین اوکراینی ها و قبرسی ها از زمان تأسیس دست به دست میشه. الان به عنوان یک بانک متوسط اوکراینی از نظر سرمایه با فعالیت و شعبه های بین المللی معرفی میشه. سرمایه کل بانک اوکراینی MTB اوکراین که به لحاظ سرمایه در ردیف 22 بین بانک های اوکراین 302 میلیون دلار. اگه همین الان در اینترنت جستجو کنین انقدر که حدود 20%ش به اسم حامد علی خان است. بانک MTB اوکراین جانشین بانک مارفینه که سال 1993 یعنی 30 سال پیش تأسیس شد. مارفین سرمایه بانک الان 70%ش مال ساگارکوه که یک مؤسسه مالی قبرسی است. حدود 10%ش هم سرمایه داره سهام داره خوردن و عرض کردم که 2 سال پیش سال 2021 حامد علی خانی 20% کل سهام این بانک رو خرید. یعنی یه جورایی دو سهامدار عمده دارن، حامد علی خانی و ساگارکوی قبرسی. در تمام اسناد و در اوکراین هم هست یادتون باشه، در تمام اسناد مربوط به MTB بانک و بانک سنتر هیچی از ایرانی بودن حامد علی خانی نیست. به عنوان فرانسوی صحبت میشه ازش، کارت شناساییش پاسپورت فرانسوی است، دارین میبینید. و ساکن ترکیه معرفی میشه. آقای حامد علی خانی دهه 60 هنوز 40 سالش نشده. تو فرانسه و ایران هم اسم و رسمی داره. در ایران رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز سیاه فام است که تولید اصلیش قیره. تولیدهای دیگه هم داره، حالا قیر البته تولید اصلیشه. در فرانسه یه شرکتی هست به اسم مورینا فرانس. مورینا فرانس یه شعبه تو ایران هم داره، مشهد، آدرسش اونجا هست، دارین میبینین. آدرس وبسایتش رو داده، وبسایتی که باز میکنین میبینین به قول وزیر دولت محرومان کیکه، فیکه، اصلا قلابیه، باز نمیشه، ولی نوشته چی؟ کل صفحه مورینا فرانس. مورینا فرانس تو فرانسه ثبت شده به اسم حامد علی خانی، مؤسس و مدیر عاملش نوشته از حامد علی خانی با مشخصات و تاریخ تولد حامد علی خانی و اینا. آدرس وبسایت در فرانسه هم وقتی که میرین چک میکنین اونم کیکه، همچین وبسایت اصلا وجود نداره. ادامه همین صفحه در پایین تر نوشته که این شرکت مرتبط است با شرکت هایی از آسیای جنوب شرقی گرفته تا ترکیه و آفریقای جنوبی و غیره و غیره و غیره، همون جیبوتی و میبوتی و اینا. هیچ اطلاعاتی دیگر نیست جز همین که خدمتتون عرض کردم. با آقای حامد علی خانی و با آقای هدایت الله باختری از طریق پست الکترونیک تماس گرفتیم در طول هفته گذشته تا تو برنامه امشب شرکت کنند و توضیح بدن. کلی سوال داریم در این باره که متاسفانه هیچ جوابی ازشون دریافت نکردیم و از طریق بانک هاشون هم اقدام کردیم و هیچ جوابی باز دریافت نکردیم. خب اما میتونیم از آقای فریبرز کلانتری خیلی جواب دریافت کنیم. در خدمت ایشون هستیم، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و عدالت خواه. خوش آمدید آقای کلانتری به امشب صفحه آخر. ببینید این رحمت الله باختری یکی از متهمان پرونده فساد بانکی قاچاق ارزی از کشور بود که سال 98 گفتن متواری شده و دو نفر دیگه هم که گفتن متواری شدن، سمونه حضرتی آشتیانی، مجید سعادتی، که حالا درباره مجید سعادتی نمیدونم، شاید فرصت بشه صحبت بکنیم، که اصلا زیر دیپلم داشته و رئیس بانک شده، چیز عجیب غریبیه. بعد حامد علی خانی تو شرکت و الان نمیدونم مجید سعادتی کجاست، حالا حامد علی خانی تو شرکت رویال باختر کیش همکار بوده با این آدما.
در اوکراین سال 95 بانک مرکزی اوکراین مجوز تصاحب 100% سهام بانک آلپاری رو به هدایت الله باختری میده. همزمان بانک مرکزی اوکراین مجوز به فروش گذاشتن سهام بانک سنتر و خرید و فروش سهام بانک به حامد علی خانی میده که با اسپری 20% سهام بانک ام تی بی اوکراین رو بخره. سابقه حامد علی خانی در ایران چیست و اصلا این ماجرا پشتش خیلی پوله و پشتش خیلی قدرته، اینو چقدر میدونین شما؟ بفرمایید ما بگوشیم. عرض کنم خدمتتون که ما دقیقاً یک سال و نیم پیش 6 خرداد 1401 یه برنامه‌ای داشتیم و این اون موقع به این باند امنیتی آرام یه اشاره‌ای کردیم. تو برنامه صفحه آخر منظورتون؟ بله، در همین برنامه اعلام کردیم. چند تا موضوع مهم اونجا گفتیم. یکیش گفتیم که اینا دست اندازی کردن به بانک شهر، که این روزا مشخص شده که خب یه چنگ درست حسابی هم زدن به منابع و تسهیلات بانک شهر و موارد دیگه، که بخشی از اینها رو همین خانم آذرپیک منتشر کرد. عرض کنم یه نکته دیگه بود در مورد داریس بود. همونجا گفتیم شاید برای شرکت داریس باید ما یه برنامه مستقلی بزنیم، بیایم اینو بشکافیم، چون این خیلی عملیات عجیب غریبی اون که هست، میگن بین 12 میلیارد دلار تا 70 میلیارد دلار پول گردش کرده در این شرکت داریس، و حالا یه بخشی هم همین دزدی هایی بوده که اینها کردن توش. آیه کلانتری عزیز، ما در طول برنامه میگیم شرکت داریس، همینطور که شما میفرمایید منظور همون شرکت رویال باختر کیشه؟ داریس آرمان کیش. حالا من میگم چیه دیگه، میخوام باز کنم داریس آرمان رو، برسیم به حامد علی خانی. بگوشیم. عرض کنم خدمتتون که همون موقع در همون برنامه هم صحبتی کردیم در مورد که اینا که کیف پولشون کی هست شاید دیگه یادم، و اینو شروع کردیم، یعنی تحقیقات ما از اونجا شروع شد و رفت چلو. اما بیس این که حامد علی خانی وارد میشه و این بحث بانک سنتر و سهام ام تی بی که نزدیک 65 میلیون دلار به اضافه پولهای دیگه‌ای که ما مربوط به دکل‌های هست که عرض کنم که متعلق به بانک ملت بوده، این پول در واقع پول آقای نه پول خود حامد علی خانی نه پول پدرشه، این پول پول و سرمایه بانک ملته. سال 90 آقای محمد آرام بنیار که علی رغم تمام پرونده‌های فسادی که داشته، این از این موقعی که اومده، اینم از اون دانش آموخته‌های دانشگاه امام صادق که میخواستن توش مدیر اسلامی پرورش بدن، ایشون هم از همون توفه‌های پرورش یافته دانشگاه امام صادق، ایشون الان معاون بانک ارضیه. من تا سال 90 میره کیش معاون ارضیه بانک مرکزیه. بله، معاون ارضیه بانک مرکزی ایشونه. بله، سال 90 میره کیش، یه شرکتی میزنه به نام داریس آرمان کیش. این شرکت میشه شرکت تراستی، شرکت اصلی که قرار میشه تمام شبکه شرکت هایی که بانک ملت برای دور زدن تحریما در اقصا نقاط جهان تأسیس کرده تحت مدیریت داریس آرمان کیش باشه. داریس آرمان کیش 30-40 تا کارمند داره، چند تا آدم های مهم هستن توش، مثل نصرالله ابراهیمی که به این میرسیم توضیح میدیم، مثل برادران میر محمد که اگر تو اون سند یکمون نشون بدیم تقریبا چارت کامل شبکه ارتباطی این برادران میر محمد و برادران آرام توش مشخصه، تو اون سند شماره یکمون. اونجا این به اصطلاح شرکت رو تأثیر میدن. یکی از برادران میر محمد، حمید میر محمد میگونی، یه سید هم دارن، اولش حالا من اینا رو نمیگم، میگم حمید میر محمد، میان میشه مسئول مالی و حسابرسی داخلی داریس. یه برادر دیگه میر محمد به نام حسن میر محمد میگونی یا همون سید حسن میر محمد، میاد میشه به عنوان بازرس مستقل در شرکتی به نام شرکت رهبین. و یه برادر دیگه اینا دارن به نام جواد میر محمد میگونی که ایشون کارشناس پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه بوده، به علاوه افراد دیگه ای که مثل رضای مقدم،
یحیای علوی و بالا سر اینها یه آدم بوده به نام آقای مهراب حسینی که الان بردنش استاندار خوزستان کردنش، و بالاتر هم که دیگه معلومه دیگه آقای طائب و بالاتر از اونم که دیگه تقریبا دیگه اونو شما گفتید اول برنامه که کی هست بالا سر اینها. اینها اینجا توی داریس عملیات اینجا شروع میشه. آقای کلانتری لطف بفرمایید. آره صاحب طائب که همیشه مشتبه خامنه‌ای بوده است از سال 88 دیگه این لو رفت تا امروز. و ببینین من ازتون خواهش میکنم با توجه به اینکه عکسای این آدمان هم داریم خیلی مختصر درباره میگونی، درباره مهراب و درباره طائب توضیح بدین که اینا کیان که دارین وقت صحبت میکنین، بیننده های عزیز متوجه بشن که سر اینا کیان. خلاصه بفرمایید. این مهراب معروف مهراب اول مدیر کل اتحاد خوزستان بوده، بعد میاد میشه توی وزارت اطلاعات میشه معاون اقتصادی و مبارزه با فساد سازمان وزارت اطلاعات، از اونجا کوچ میکنه میره دبیرخونه شورای امنیت ملی، اونجا میشه این میشه دبیر ستاد نمیدونم دور زدن تحریما و الان میگن بهش انگار کمیته ویژه و هر روز هم یه اسمی هم براش عوض میکنن، از اونجا دوباره کوش میکنه میره سازمان اطلاعات سپاه میشه رئیس بخش مبارزه با فساد اقتصادی در سازمان اطلاعات سپاه، یعنی بخش اقتصادی اونجا میشه رئیس. زیر مجموعه مهراب توی بخش پولی و بانکی یه آقای مسئول اون گروه به نام آقای رضای مقدم و کارشناسایی هستن به عنوان آقای یحیی علوی و آقای بسیار همین محمد جواد میر محمد که اونجا به اسم افچهی، اسم مستعارش افچهی، برادران همین آقای میر محمد، اینم که تصویرشه. اینجا اینا تشکیل میدن و این فسادی که اینا تشکیل میدن اینجا، یعنی باندی که تشکیل میدن، به انهای مختلف در بانک ها دخالت میکنن، در بانک های مختلف، یعنی تو پرونده بانک سرمایه ملت، اقتصاد نوین، بانک ملی، گردشگری، هر کدوم هستی تیلاش هم هست که اینا چه فاجعه‌ای انجام دادن و در کارهای مختلف، انحراف در پرونده های مفسدین اختصاصی، نمیدونم فرعی اصلی کردن پرونده ها، باجگیری امنیتی اقتصادی، نمیدونم تسهیلات قرض پس نده که ما به این تسهیلات کلانی که غیر جاری میشه دیگه میگم تسهیلات غیر قرض پس نده و هزاران کار دیگه اونجا میکنن. یکی از کارهاشون همین داریسه که در موردش توضیح دادیم و تشکیل داریسه توسط آقای آرام سال 90، اواخر سال 90 میره کیش، داریس آرمان کیش رو تأسیس میکنه، آدم ها رو میاره میره تراستیه، میره قرارداد حفظ اسرار و امانت میبنده با بانک ملت و قرار میشه تمام شبکه‌ای که بعضی میگن 12 میلیارد دلار، بعضی میگن 70 میلیارد دلار، این شبکه به قول خوش میگن تحریم ها رو دور زدن، یعنی پولی که اونجا گردش کرده بین این عدد هاست، دقیقش هم نمیدونی چقدره. ایشون با اون تیم که دو تا از برادران همین آقای افچهی میر محمد که تو سازمانه، اونجا یکیشون مسئول مالیه، یکیشون هم بیرون مثلا حسابرس مستقل، مثلا بازرس حسابرس مستقل اونجاست، خودش هم که حتما ناظر بوده دیگه به عنوان کارشناس پولی بانکی، حتما بحث نظارتی و حراستی داشته اونجا دیگه. تو همین چارتی که هست توی سند یک کاملا مشخصه دیگه، محمد آرام بنیار که میفرمایید اینجا رو تأسیس میکنه حالا به سفارش طائب یا هر کسی، معاون ارزی بانک مرکزی الان، سید جواد میر محمد میگونی کارشناس پولی بانکی سازمان اطلاعات سپاه، برادر سید حسن میر محمد میگونی، و بعد باند فاسد امنیتی آرام بنیار که این باند در واقع وقتی میگیم منظور همین شبکه‌های زیر مجموعه سازمان اطلاعات سپاه و مشتبه خامنه‌ای است، بیت معظم، و این طرف هم حامد
علی خانی که کیف پول شبکه و سنتر بانک و ام تی بی و اینا رو میگین، من دیگه سکوت میکنم. بفرمایید. عرض کنم قیلن سال 93 سر و کله آقای حامد علی خانی در داریس پیداش میشه. حامد علی خانی کیه؟ یه آدمی که تنها چیزی که میدونیم یه پاسپورت فرانسوی داره، یه دونم از این شرکتایی که شما گفتید نمیدونم توی فرانسه نمیدونم کار عتیقه میکنه یا قاچاق عتیقه میکنه، معلومه چی کار میکرده، هیچ سرمایه‌ای هم نداره اونجا. ایشون میاد میشه عقل منفصل اینا، امین اینها، و به دستور آقای آرام تمام اموالی که بانک ملت در خارج کشور داشته به اسم آقای کی میشه؟ به اسم آقای حامد علی خانی. یکیش کیه؟ یکیش همین سنتر بانکی که شما گفتید. این سنتر بانک مال بابای آقای حامد علی خانی نبوده که. بانک ملت یک کارشناس خبره بین المللش میفرسته اوکراین، اونجا بانک تأسیس کنن با توجه به همون فضایی که مافیایی که وجود داشته حالا قبل از اومدن زلنسکی اونجا، یه بانکی درست میکنن به نام بانک سنتر و تمام سهامشو اول یه شرط نسبت و کلشو میکنن به اسم این آقای حامد علی خانی. حامد علی خانی بعد از این دعوا و این پرونده بازی و قضایی هم که در میاد، اونم سهام و همه رو ور میداره، به اضافه حالا پولهایی که دیگه جمع میشه میره چیکار میکنه؟ میره فقط یه فقره با اون پولها سهام 20% یه چیزی نتیجه 65 6 میلیون دلاری بانک ام تی بی رو میخره. پس این بانک ام تی بی و این سهام 20% در واقع ما رو منابع عمومیه و متعلق به بانک ملت، که تازه بانک ملت با توجه این هیچ شکایتی هم تا حالا نکرده از این حامد علی خان. در داخل چی کار میکنه؟ آقای حامد علی خانی در داخل هم میاد با کمک همین مجموعه میان و شرکت سیاه فامو در واقع صاحب میشن. شرکت سیاه فام یه مهندس فرهمندی بوده تا سال 1400 اونجا مدیر بوده، حالا نمیدونم چی بوده که میان اینو از این میخرن، حالا با شانتاج امنیتی یا اون یه مشکلی داشته، برصورت اونم میره، اونم الان ایران نیست. سیافامو میخرن با همکاری یکی از مدیران اسبق شرکت ملی پخش و پالایش به نام شهنازی زاده، و با همین به اعتباری که سیافام بالاخره داشته تو حوزه قیر و یه شرکت معتبری بوده، یه پولی هم اینجا تسهیلات، اونم از بانکهای مختلف دوباره شروع میکنن تسهیلات میگیرن، از بانک شهر و ملت و بانکهای دیگه، و یه 3800 میلیارد تومان هم 3800 قیمت هم اینجا پول میگیرن خارج میکنم. یه 500 و حدود 750 میلیون دلار هم ارز خارج میکنن بالا با انهای مختلف. این بخش ایرانشون تو خارج هم که اون بانک، به اضافه دوتا دکلی که هر کدوم 50 میلیون دلار، یعنی هر کدوم از اون دکلا ارزش همین سهام این بانک ام تی ویه. دوتا دکل هم به اسم آقای حامد علی خانی میکنن، یه شرکت توی ترکیه است اونو به نام ایشون میکنن، یه شرکت دیگه دوره با اموالش در قبرس است، قبرس ترک، که باز به اسم این آقای حامد علی خانی میکنن. خلاصه هر چیزی که دار و نداره سرمایه بانک ملت بوده در خارج از کشور میشه با هماهنگی آقای محمد آرام میشه به اسم آقای حامد علی خانی، که ما به این نتیجه رسیدیم که تازه کیف پول اینا رو پیدا کردیم. به هر صورت تمام شکاکه مافیای کیف پول میخوان و یک کسی که بتونن تمام اتهامات رو بریزن دو سرش رو نباشه. و حامد علی خانی همون آدم، حامد وقتی ایران بوده، وقتی که پرونده باز میشه پیگیری قضایی شروع میشه، آقای حامد علی خانی با اینکه ممنوع خروج بوده از کشور خارج میشه میره، برخلاف شاید اظهارات دیگه اینا. مثلا شما گفتید اینها بر مورد اون پرونده قبلی 88 بانک ملت میگفت اینها فرار کردن، اتفاقا اونها اصلا فرار نکردن، مثلا اونها ایران نبودن، اونها برنگشتن ایران، فرار نکردن. من به امام حسین نگفتم فرار کردن، من گفتم نه شما خبر، من گفتم دستگاه قضایی میگه فرار کردن، آقای قاضی موحد که حالا باش کار داریم میگه فرار کردن. آره آقای قاضی موحد اون اصلا فرار نکردن، نیومدن، اونا بدبختا ترسوندن برنگشتن. اصلا همزمان با برگزاری اون دادگاه اینا تو اوکراین داشتن بانکداریشون رو میکردن. ما
بانکدارش حامد علی خانی اتفاقا اینه که فرار میکنه. اینو الان آقای موعد دادستان کشور آقای منتظر بیاد جواب بدید چجوری رفع ممنوع خروجی شده. آدمی که حتی تو کاغذ توی اتهاماتش همین الانش 3800 میلیارد تومان و یه 750 میلیون دلار هست. ما الان برنه به این قسمتی که الان ما داریم میگیم تازه، یعنی این بخش اوکراین و اموال بانک ملت و این عملیات تراستی و دور زدن تحریما و دکلا اینا رو که فعلا نگفته بود، نمیدونم شاید میدونن، ما داریم اموال برای اموال بار رسانه میگم حتما اونا میدونن و هیچ اقدامی انجام ندن و ایشون خارج میشه و میره. حالا هر دیگه این پرونده دیگه کور شد دیگه، الان هر اتفاقی بیفته همه میخوان آدرس آقای حامد علی، در حالی که حامد علی خانی کیه؟ حامد علی خانی آدم شماست آقای آرام، اینو بی جواب بده ببینیم کیه، اینو از کجا آوردی؟ از لپ لپ که در نیومده، بالاخره حتما توضیحاتی داری، به چه ضمانتی با چه تضمین قانونی تمام اموال منابع عمومی کشور رو حداقل اون چیزی که الان ما میدونیم یه چیزی نزدیک 200 میلیون دلاره، شما چجوری به نام ایشون کردی؟ به چه علتی؟ با چه تضمینی؟ و شما اصلا الان متهم هستی، شما باید جواب بدی، شما چون قرارداد امضا کردی و تعهد کردی و تمام اتفاقاتی که در شرکت داریس افتاده رو باید شما جواب بدی، اما خب جواب نمیدی. چرا جواب نمیدی؟ چون متصلی به این بان امنیتی، متصلی به این آبد امنیتی که خودتون هستی تو اون بخشای پولیمانکی و آدمای مختلف، از داماد آقای محمود علوی احسان سخایی، از عبدالله دستغیب ابردوز معروف، از نمیدونم تو بخشای قضاییش نمیدونم اون آقای حمیدرضا رستمی بازپرس، همین آقای موحد گوگولی مگولی که الان کردیش دادستان کل کشور. آیه کلانتری بذار اینا رو فقط اسم نبریم و بهشون بپردازیم. شما درباره حامد علی خانی فرمودید که ایشون با شرکت، بله در ایران، منم اول برنامه عرض کردم که ایشون در شرکت نفت و گاز سیحفام که قیر تولید میکنه اساسا رئیس هیئت مدیره است و با سید نورالدین شهنازی نوشته است و محمد رضا شهنازی و شهبازی یکیه به هر حال اینا. ولی آقای حامد علی خانی که صحبتش هست و در اوکراین و فرانسه و اون داستانی که من درس کردم، از ایشون در ایران به هر حال یک جای پا شرکت نفت و گاز سیحفامه و جای پای اصلیش که ایشون دارن، آقای کلانتری دارن با شما بینندگان صحبت میکنن، شرکت داریسه. ببینید شما آنچه که داشتین میگفتین آقای کلانتری تا الان که یقه یکی گرفته بودین میگفتین بیا جواب بده که تو هستی، خطابتون در واقع معاون ارزی بانک مرکزی آقای بنیار آرام بنیاره دیگه، درسته؟ بله بله، محمد آرام بنیار. خب ببینید این شبکه‌ای که در واقع ویتریناش جلوی ویترین محمد آرام بنیار معاون ارزی بانک مرکزی همین امروز جمهوری اسلامی است در داخل و افراد دیگه ای که شما نام بردین و در خارج از ایران میفرمایید که این حامد علی خانی است، خب اینها یک چارتری شما سند 12 رو اگه داشته باشیم روشن میکنه قضیه رو، هست که گردانندگان اصلی و فرمانده اصلی این قضیه اسحاق جهانگیری، علی شمخانی، محمود علوی وزیر اطلاعات پیشین، حسین طایب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه و مشاور اطلاعاتی الان فرمانده کل چه میدونم سپاه یا قوه هرچ، بعد این شبکه مافیایی رو داریم میبینین، شاخه پولی بانک، محمد آرام، حمید آرام، رضا آرام، حمید رضا میر محمد، حسن میر محمد، عبدالله دستغیب، شاخه قضایی حمید رضا. ببینید آقای از این برم که کاظم پالیداد، سر مهراب حسینی، سعیدی و اینا، ما حالا این سند رو دوباره نشون میدیم، اینا رو توضیح بدین تا مختصر لااقل تا حدی روشن بشه که یعنی چی که اینا هستن در یک شبکه مالی پولی که پولای مردم بدبخت رو خارج میکنن میبرن اونجا به اسم بانک زدن و بعد معلوم نیست که با این پولا چی کار میکنن. معلوم هست، حالا من نمیگم دیگه، خودتون میدونین دیگه. بفرمایید.
عرض کنم خیرانم. بله ببینید این شبکه که تشکیل شده و اینا بودن، خب اینا تمرکزشون الان این آدم کجا هن؟ ببین همین آقای یحیی علوی که یه موقعی با همین افچه‌ای و این آقای مقدم توی اون بحث پولی بانکی زمان آقای طائب و میگن که اخراجشون کردن، اما نمیدونم چه اخراجی. یکیشون میره آقای افچه‌ای میره معاون نظارت بانک شهر میشه که این اتفاقات تو بانک شهر از کجا اخراجشون کردن؟ میگن از سازمان اطلاعات سپاه ما اینا رو اخراج کردیم. من نمیدونم کجا اخراج کردن. حتی چند وقت پیش همین آقای افچه‌ای رو نهایت میتونن 48 ساعت سازمان قضایی بازداشت کنه. ببینید چه شبکه‌ای پشت این هاست. یعنی با توجه به این همه فهم، یعنی اینها یه اخلال که نکردن که پرونده اینها اگر باز بشه ممکن اصلا یه چیز عجیب غریبیه. الان افچه‌ای، الان افچه‌ای که عکسش هم الان نشون میدیم، افچه‌ای که همون اسم کاملش چی بود آقای محمد جواد میر محمد میگونی، میگونی معروف به کاظم افچه‌ای، این آدم قبلا مشاور ارضی سازمان اطلاعات سپاه بود، درسته؟ کارشناس بود. خب بانکی سازمان اطلاعات سپاه، کارشناس یعنی که بازجو دیگه، بازجو و مسئول پرونده. اینا این بازجو و مسئول پرونده بهشون میگن کارشناس بهشون. بله. بعد الان کجاست این آدم؟ الان معاون نظارت و بررسی بانک شهر در خدمت یه دوز دیگه به نام داماد آقای محسن رضاییه به نام مهدی احمدی، الان در خدمت ایشون به عنوان معاون نظارته. اون یکی برادر آرامم، حمید آرامم برده بودن کردن رئیس یکی این شرکت هایی که مثلا املاک و مستقلات بانک شهر رو بفروشن، اونجا هم یه به اصطلاح دومی به این خمره بزنن دیگه تو بانک شهر. حمید رضا میر محمد، حمید رضا آرام، آرام آرام، اینا انقدر اینا چیزن، اینا به حمید آرام، آره آره درست. حمید آرام، رضا آرام، محمد آرام، اون و حسن میر محمد، دوباره یه دونه حمید میر محمد با همین جواد محمد، جواد میر محمد. خب البته اینا برادر دیگه ای دارن، حالا به اونا نمیپردازیم. خب اونا هم حالا جای دیگه ای هست. شما درباره دست غیب داشتین صحبت میکردین که من جسارتاً پریدم تو حرفتون، اون صحبت رو تموم کنین تا بعد من بفهمم که اینها چگونه با همدیگه تجمیع میشن به قول علمای حوزه و یه همچین کاری میکنن در داخل و خارج. بله ببینید اینجوری میشه که دستگاه رو بگین که یه جایی یه جایی دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات میفهمه که داره فساد میشه در شرکت داریس. یه آقای بوده به نام آقای نصرالله ابراهیمی، جز مؤسسین با آقای آرام بنیار، ایشون رو دستگیر میکنن. این دستگیری اولیه میشه آقای نصرالله ابراهیمی. نصرالله ابراهیمی رو که دستگیر میکنن، آقایون احساس خطر میکنن. اونایی که تو وزارت اطلاعات چیز کردن، آقایونه که آقای افشهی که خودش میدونسته چه خبره اصلا و خودش تو بازی بوده، میاد از طریق سازمان اطلاعات وارد چی میشه؟ پرونده میشه. توی پرونده کی است؟ عبدالله دستغیب هم هست. عبدالله دستقی که شریکش کیه؟ سید احسان سخایی، داماد آقای محمود علوی که موقع وزیر اطلاعات وقته. اینجا اینها یه آدمی هست به نام امینی تو وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات تهران، آقای افچه‌ای، آقای علوی، مقدم، محمد آرام، احسان سخایی، عبدالله دستقی، همه این شاخهای مختلف قضایی و و اون آقای شومن بزرگ قضایی به نام آقای رسول قهرمانی که شومن بزرگ قضایی، حمیدرضا رستمی بازپرس، دوباره آقای موحد که موقع قاضی بوده توی دادگاه یکی ویژه اقتصادی، اینها با هم جمع میشن به نتیجه میرسن که این تخلف به این گندگی که شده جمع کنیم و بندازیم گردن یه سری آدم دیگه. اونجا میان چیکار میکنن؟ اونجا میان به عنوان رئیس باند علی دیواندری رو معرفی میکنن، همونی که شما گفتید اول همه میگن، در حالی که اول کیو گرفته بودن؟ نصرالله ابراهیمی رو گرفته بودن.
نفر بعد بعد آرامو میگرفتن، آرام چون همه کار بوده امضا کرده تعهد داشته و تمام مسئولیت ها به عهده آرام بوده. علی دیوامداری مدیر عامل بانک بوده، آرامی که الان معاون ارزی بانک مرکزی است. بله معاون ارزی بانک اونجا میشینن. این مجموعه که با هم تجمیعی میشن، میشن همین که میگن بالا سریشون هم معلومه داماد آقای علوی هست، آقای علوی وزیر اطلاعات وقته. تیم مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولی بانکی آقای طائب هست، مهراب هست، مقدم هست، علوی هست، افچه هست، اینا هن این ورن که وجود دارن. از اون بر همین آقای علوی بعدم میره تو داردسته حسین شمخانی، یعنی معلومه که اون موقع پس ارتباط با آقای شمخانی اونا هم داشتن با اون شبکه. بعد با مهدی جهانگیری وصل میشن، پرونده مهدی اسحاق هم میاد دوباره وصل میشه. این شبکه رو خب ما ذره ذره پیدا کردیم دیگه، یعنی اون دفعه اول یه بخش شد که این باز تو این یک سال خوری داریم تحقیقات کنیم، این داره ابعادش گسترده تر میشه، فکر میکنم بازم بیشتر از اینم گسترده تر میشه. شاید مثلا آقای کلانتری عزیز، شرکت سرمایه گذاری لقمان و اینا هم هست. ببینید ما بیش از 6 دقیقه وقت نداریم و اگر بخوایم اسناد رو نشون بدیم و در بارش صحبت کنیم وقتش الانه، چون دیگه فرصت نخواهیم. ببینید اسناد که خب ببین یکی همون شارت کلی این شبکه و شرکت ارتباطات این برادر میرمهم بود، این خیلی مهمه. ببینید با اون چیزی که این خیلی جالبه، در رأی تبرئه آقای دیواندری اگر سند 16 رو نگاه کنیم، تو سند 16 رأی تبرئه‌ای که برای آقای دیواندری صادر شده در همون جایی دو قسمتی که ما هایلایت کردیم اسم آرام اومده، دستقیب اومده و اسم اتفاقا همین آقای محمد جواد میر محمد میگونی معروف به افچه‌ای هم اومده که میگه اصلا اینا مداخله داشتن در این پرونده. این بوده بعد در پرونده های دیگه هم داشتن. ببینین مداخله داشتن همینجا نگه دارین. ببینین خب بعد چی میشه؟ میگه این آدم ها، همین افچه اینا، همینی که الان یکشون معاون ارزی بانک مرکزیه و بعد بقیه شون اینا مداخله داره، دستگاه اطلاعات سپاه در واقع اینها در پرونده دستگاه قضایی مداخله داشتن. حالا دعوای من اول برنامه گفتم کاری نداریم به اختلافات درونی خودشون و به همین دلیل پرونده رو از قاضی موحد که الان دادستان کل کشوره و رأی به محکومیت علی دیواندری رئیس سابق بانک ملت داده بود در این پرونده، از اون میگیرن پرونده رو میدن به یک دادگاه هم ارز به قول خودشون که و اون دادگاه حکم قاضی موحد رو نقض میکنه بنا با این چیزی که الان شما خوندین و علی دیواندری تبرئه میشه. خب چجوری این قاضی موحد الان دادستان کل کشور حاکم شده بر کل دستگاه قضایی؟ اصلا چجوری پرونده هایی که اینها رسیدگی کردن، مداخله کردن، قاضی موحد رسول اعتماد، رسول قهرمانی از همه اینها مهمتره به نظر من. دادستانشون نماینده به عنوان نماینده و بازدید فسادی که رسول قهرمانی کرده بی حد و حسته در همین فقط برای شو، چه تو اون پرونده بانک سرمایهش که اون نمیدونم خطبه های قرار میخوند و سوار شد رو موج شهرزاد و کوکشن. من همیشه میگم آقا این 400 تا متهم بانک سرمایه الان کجا زندانه؟ یعنی بانک سرمایه فقط یه دونه متهم داشتونه محمد امامی، این باید تو زندان باشه. پرویز کاظمی کجاست؟ احسان صالحی کجاست؟ نمیدونم داماد شریعت مداری کجاست؟ نمیدونم پسر و داماد آقای شاهرودی کجا هن؟ داماد آقای نورمفیدی کجا هن؟ همه شون رفتن، هیچ کی نیست. پسر خاله آقای لاریجانی ها کجاست؟ آقای رنجبر، هیچ کی نیست تو پرونده. این پرونده بانک ملت هم مثل همین کارو کردن. یعنی اومدن به جای اینکه بیان رسیدگی کنن این پرونده رو، الان میگن آقا خیلی جالبه، میگن یه باندی بوده، رئیس این دوزا این باندا علی دیواندری بوده، یه سری آدم هم زیر مجموعه ایشون بودن، با دیواندری همکاری داشتن دیگه، یعنی عواملش بودن دیگه. دیواندری به عنوان رئیس دوزار رو باز چیز کردن، تبرئه کردن، تا یه حدی رفتن گفتن بیا آقا اعاده حیثیت هم کنیم. بعد اون آدمایی که در واقع خودشون میگن زیر مجموعه بودن و عوامل دیواندری بودن،
مثل همین آقای سعادتی و همین خانم، اینا این کارمند بودن، اینا کارمندای بانک بودن، اینها رو نه، اینا هنوز حکمشون برجاست، هزار چون هم چیز میکنن. ما هم که نفهمیدم چی شده. و یه نکته دیگه این که ماجرای موحد که الان داستان کل کشور موحدی، این آدم که قاضی موحد معروف بود قبل از اینکه بشه داستان کل کشور، الان هم بهش میگن، به هر حال وقتی که در نقض حکم موحد، نکته ای که الان 5 دقیقه پیش اشاره کردیم، گفته می شود که آدمای از سازمان اطلاعات سپاه دخالت داشتن در این قضیه و به همین دلیل حکم نقض میشه. وزارت اطلاعات هم داشتن تو این پرونده، خیلی جالبه. وزارت اطلاعات و ارد اطلاعات بده. بعد وقتی که در نقض حکم موحد چنین چیزی گفته میشود، یعنی چی؟ یعنی اینکه الان ایشون دادستان کل کشوره، یعنی دادستان کل کشور، یعنی دستگاه قضایی، دستگاه های اطلاعاتی کشور، اینا همشون دارن به اصطلاح تحریما رو دور میزنن دیگه. دزدی کلان یعنی دور تحریما رو دور میزنن و همه اینها رو دور نمیزنن. بله بفرمایید. کاش که تحریم دور میزدن، دارن دزدی میکنن. کاش که تحریم دور، کدوم تحریم رو دور میزنن؟ پول رو برشفتی بانک بری رفتی ریختی حساب خود، برای خودت بانکدار شدی، کدوم تحریم رو دور زده؟ با پول مردم؟ آقا اگه پول تحریم دور زده بگه باشه، تحریمی دور نزدن، فقط دزدی کردن. شما اینو میگی از این بالاتر، من حالا یه فیلمی هست بعدا میفرستم برای شما، خواستید پخش کنید بکنیم. خود آقای خامنه‌ای میاد صحبت میکنه، جمع قضات هستن، میگه بعضی از آراء اینا سست بی‌منطقه. همون موقع دوربین خود صدا سیما زوم میکنه موحد رو نشون میده، موحد موقع دادستان انتظامی قضاته دیگه. از این واضح‌تر خیلی عجیبه. یعنی فیلمی که تو نهاد میدونی فیلم هایی که نهاد رهبری میاد بیرون که اینجوری نیست که صدا سیما اونجا در اونا خودشون همه کاراشون رو میکنن، ادیت میکنن، کات میزنن، جام کات میزنن، قشنگ میاد اینو نشون میده، میگه یعنی منظورمون اینه ها. من این فیلم رو شما نگاه کن، بعد همین آدم میاد میکنن دادستان کل کشور. اصلا این چی رو نشون میده؟ اینی که الان شما گفتین چی رو نشون میده؟ این نشون میده که ما داریم یه شوی بزرگی میبینیم به نام شوی قضایی، یه شوی عدالت، یه شوی نمیدونم مبارزه با فساد، یه شوی حاکم اوکراینی. اصلا شو دارن شو انجام میدن. اگه واقعا شما به این چیزی که میگی اعتقاد داری، خودت هم داری کد میدی، اصلا چطور این آدم اجازه میدی دور بشه دادستان کش؟ اصلا همه اینا نه، این آدم انقدر چیزی که 4 تا رأی داده 5 تاشو نقض کردن. اصلا چجوری اینو میذاری دادستان؟ چجوری میتونه رسیدگی قضایی کنه؟ خب برای اینکه یک در همونطور که شما گفتیم بانک حالا شبکه بله. رو اداره میکنن که پشتش از عرض کردم بیت خود هست امام خامنه‌ای. خیلی متشکرم آقای فریبرز کلانتری عزیز، خستتون کردیم، ممنونم که امشب هم در خدمتتون بودیم. تا برنامه بعدی شبتون بخیر آقای کلانتری. باشمانم در خدمتتون، قربونتون برم. بریم پرده آخر. با سلام خدمت همه عزیزان. موجودات غیر ارگانیک یا همون جن بخوان با ما ارتباط برقرار کنن و برای ما مزاحمت هایی را ایجاد کنن، نیاز به ابزار و عوامل مادی داره. عزیزان، یکی از عوامل مادی و ابزارهای مادی که باعث میشه موجودات غیر ارگانیک حضور پیدا کنن در اون محل و در اون مکان، یعنی کارت دعوتی است که ما براشون میفرستیم، وجود آکواریوم در منزل و در خونه هستش. شب روزگار خوش.